افیلیت مارکتینگ یا بازاریابی معرفی بازاریابی معرفی نمیدونم معنی فارسی نمیدونم ولی افیلیت مارکتینگ یه نوع بازاریابیه که بیشتر اونایی که سایت دارن چنل یوتیوب دارن یا اینستا او... یا کلا کانتنت کریئتورها محتوا میان از این روش برای پول در آوردنشون استفاده میکنن اکثر اینایی که توی یوتیوب چنل دارن البته یوتوب برای خارجی از افیلیت مارکتینگ بیشتر از خود بازدید و تبلیغات یوتیوب درآمد دارن یعنی درآمدشون از چنل افیلیتشون بیشتر از درآمد خود کانالشونه توی ایران ما سیستم افیلیت که بگیم واقعا سیستم افیلییت خیلی خوب باشه نداریم مثلا من ویدیو دارم معرفی اینکه چطور هاست بخریم لینک افیلییت اون یه شرکت هاستینگ رو گذاشتم ولی اصلا خریدی که کاربرای من انجام میدادن پولش به حساب من نمیومد بهترین سیستم افیلیتی که تا الان ما داشتیم توی دیجی کالا بوده که دیجی کالا چون رقیب سرسختی نداشت خب ترجیح داد که این سیستم رو کم کم صف بکنه یعنی سیستم رو تعطیل نکرد دیجی کالا سیستم افیلیتشو ولی خب کارمزش رو صف کرد یعنی کمیسیون فروش توی دیجی کالا صف شده الان تقریبا و ما الان میتونیم بگیم توی ایران سیستم افیلیت درستی نداریم یه سری پلتفرم‌ها یه سری سرویس‌های خارجی هستن که اونا میان سرویس افیلیت می‌سازن بعد میدن به سایت‌های دیگه دیگه مثلا اون سایت ها نیاز ندارن و برن خودشون واسه خودشون سیستم افیلیت از صرف بسازن میان از این سیستم افیلیتی مثل شیر لینک استفاده می‌کنن که خیلی راحت‌تر میتونن محصولاتشون رو بفروشن حالا ما توی ایران سیستم افیلیت درست حسابی نداریم ولی میتونیم توی ووکامرس یاد بگیریم چه چطور محصول افیلیت بفروشیم یعنی شما توی وو تون محصول میسازین توضیحات و عکس و ویدیوش همه چیشو میذارین ولی زمانی که کاربر میخواد افزودن به سبد خرید بزنه یا خرید محصول بزنه نمیره توی سبد خرید شما میره توی صفحه محصولی که مربوط به اون سایتی بوده که میخواد ازش خرید بکنه الان مثلا بهتون میگم من یک کتابی رو معرفی کردم توی یکی از ویدیوهام برای فکر کنم خرید دامنه بوده کتاب برند ماندگار زمانی که لینک دیجی کالا رو گذاشتم لینک افیلیت دیجی کالا از اون سال تا الان یه درآمدی داشته حدود بریم ببینیم این کتابی بوده که من اه از دیجیکالا معرفی کردم توی ویدیوی خرید دامین اگه اشتباه نکنم انتخاب نام برند این محصول من اومدم اینجا گذاشتم بعد لینک افیلیتش رو به هم داد 28 نفر کلیک کردن دوربینی هم که استفاده میکنم خب کنن اشتادی بود نهایتش این شد که کل کاربرایی که من معرفی کرده بودم حالا چند نفر که بودن نمیدونم 700 هزار تومن کلن خرید کردن کاربرایی که من معرفی کردم ولی درآمدی که دیجیکالا به من داد با اون کمیسیونی هایی که حساب کرد با اون درصدهای کمیسیون سی هزار و هفتصد تا تکتومنی بوده که درآمد خوبیه میشه باش دو تا پفک خرید ولی خب ما میتونیم بیایم توی ووکامرس محصول افیلیت بفروشیم یعنی کاربر ما کلیک میکنه به جای که بیاد توی سبد خرید و از ما بخره میره تو اون سایت که مثلا سایت دیجیکالا خریدش انجام میده خوبیه افیلییت سیستم های اینه که شما دیگه نیاز به پشتیبانی نداری کاربر شما میره از مثلا دیجیکالا خرید میکنه دیگه خود دیجیکالا مجبور مجبوره بیاد بندی بکنه ارسال بکنه پشتیبانی انجام بده ای کاش یه سیستم افیلیت خیلی خیلی خوب توی ایران بیاد چند تا سیستم های خیلی خفن دیگه هم هستن حالا اسمشون رو دقیقا یادم نیست ولی اونا خیلی قفنن اگر اونا برای ما فعال بشن ما درآمدی که از افیلیت میتونیم در بیاریم خیلی خیلی بیشتر از یوتیوب و فروش دور حالا ما میخوایم توی ووکامرسمون یه محصول افیلیت بذاریم چه کار میکنیم خب مثل همیشه ابزار محصول میذاریم اسم انتخاب میکنیم حالا ما میخوایم همین کتاب رو بیایم افیلیت بفروشیم عنوانش میذاریم توضیحات کوتاه مثلا توضیحات کوتاهش میشه این این از این قیمتش میشه مثلا 18 و هفصت. البته قیمت اصلیش 24000 هزار تومنه بعد اینو مثلا میذاریم 18 ,700. خب محصول نوعش و نوع محصول رو میذاریم روی حالت معرفی خارجی یا افیلیت خب لینک محصول رو میخواد لینک محصول با لینک افیلیت متفاوته لینک محصول چیه؟ لینک محصول هم چیزی که شما توی گوگل سرچ میکنی این کتاب رو پیدا میکنی مثلا من الان تو گوگل سرچ کنم لینک دیجیکالا کو اینجاست اینو کلیک بکنی این لینکیه که الان شما با گوگ... بعد از گوگل بشت... بهتون نشون میده مثلا digicala.com slash بعدش شناسه محصوله که توی ووکامرس هم داریم DKP بعد آیدی محصول خب این لینک محصوله اما لینک افیلیت فرق میکنه لینک افیلیت لینکیه که اگر کاربر شما از طریق اون لینک بیاد توی این صفحه محصول اگر خریدی انجام بده یه کمیسیونی از این خرید به شما تعلق میگیره اما لینک پراداک یا لینک محصول لینکیه که اگر کاربر از طریق اون بیا توی صفحه محصول و خرید انجام بده هیچ به شما تعلق نمیگیره پس این حواستون باشه حالا ما میایم توی این بخش مدیریت لینک ها چون من قبلا کلی لینک اینجا اضافه کردم میام از بخش مدیریت لینک ها اینجا رسانه رو انتخاب میکنم چنل یوتیوب سرچ میکنم اینجا دو تا کتاب هست این کتاب برند ماندگار از جرمی میلر خب آدرس کوتاه شده که اینجا توی دیجیکالا هست اولش نوشته اف استت. آدرس کوتاه شده همون آدرس افیلیت آدرس اصلی همون آدرس محصول که هیچی بهتون تعلق نمیگیره اما آدرس کوتاه شده اینجا من اینو کپی بکنم که لینک رو کامل ببینین این آدرس کوتاه شده محصوله می‌بینی اولش نوشته اف مخفف افیلیت اف 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 پس اینو ما لینکش کپی میکنیم لینک افیلیت محصول لینک افیلیت محصول رو میذاریم اینجا بعد متن دکمه چیه؟ مثلا منویسیم آقا خرید از خرید این کتاب از دیجی کالا دی کالا خب بعدش موجودی که مهم نیست مرتبط فلان و اینا موجودی که ما نمیدونیم چنده خود دیجیکالا بعد باید اینو هندل بکنه و بعدش هم میایم پایین مشخصات بیشتری از این کتاب بهم نداده که من بخوام بنویسم توی توضیحات مسئول ولی اینو میذارم اینجا عکس مسئول هم هست که شما میتونید عکس مسئول اینجا از دیجیکالا کپی بکنید عکس مسئول هم اینجا میذاریم بعدش گزینه گزینش نگاره مسئول و بعدش روی انتشار من کلیک میکنم روی انتشار که کلیک کردم میتونم نمایش محصول بزنم الان اینجا چه اتفاقی میافته نوشته کتاب اسم کتاب قیمت همه چیش اوکیه انگار که اصلا ما خودمون این محصول داریم در حالی که اینجور نیست بعدش به جای اینکه افزودن به سبد خرید داشته باشیم توی محصول افیلیت خرید این کتاب از دیجی رو داریم خب الان کاربر من که اینجا کلیک بکنه چه اتفاقی میفته این میره توی صفحه محصول دیجیکالا البته قبلش محصولاتی که افیلیت هستن این صفحه رو بهشون نشون میده این لندینگ پیج رو بهشون نشون میده این آیکون دیجیکال افیلیت می بالا هست بعدش انتقال به سایت دیجیکالا که بزنیم این صفحه محصول الان برای ما میاره این صفحه محصول با لینک افیلیت من الان وارد شدم الان من هر خریدی بکنم البته خریدای خودم که حساب نمیکنه الان مشتریای من هر خریدی بکنن یک کمیسیونی حالا 0 درصد یک درصد به من تعلق میگیره ولی دیجی تا جایی که یادمه خیلی از محصولات و یعنی محصولاتی که خیلی پر فروش بودن رو صفر کرده فقط همین محصولات آرایشی بهداشتی و چرت و رو یه 4 5 درصد واسهشون لحاظ کرده الان این محصول افیلیت توی ووکامرسه یه بار من این کاگنیتور رو باز بکنم این لینک خرید دیجی است چه اتفاقی اینجا افتاده اصلا کسی اینو متوجه نشده توی ووکامرس من اینو اگه الان اسکرول اکس... بکنم چه اتفاق میفته یعنی در واقع میتونم بگم چه اتفاقی نمیفته الان توی لینک های معمولی وبسایت من اینجا اسکرول بکنم اون پایین توی مورگر کروم لینک وبسایت نشون میده ببینید می لینک نشون داده میشه الان یه بار دیگه اما توی خرید این کتاب از دیجیکال اون لینکی اون پایین کروم نشون نمیده یه بار دیگه ببینید الان من اینو میبرم روی حساب و کاربری لینک سفر نشون میده اون پایین اما روی دکمه افیلیت همچین لینکی نشون نمیده این خیلی مهمه چون که شانس اینکه کاربر بفهمه این لینک افیلییت و تبلیغاتیه رو کم میکنه کاربر شما فکر میکنه که این یه دکمه است که آقا نوشته خرید این کتاب از دیجیکالا ولی در حقیقت نمیدونه که شما از این دکمه دارین پول در میاریم. به همین راحتی شما الان میتونید با ووکامرس محصول افیلییت بذارین و از خیلی سایت ها مثل دیجیکالا مثل سایت های هاستینگ و کلا مثل همین سایت های معامله ارز دیجیتال هر جا که شما دیدی نوشته بازاریابی نمیدونم همکاری در فروش شما میتونید لینک توشون عضو بشین بعد لینک افیلییتشو رو بزنید توی سایتتون یا این مقاله بنویسید مثلا در مورد این کتاب بعد لینک افیلییتو رو بزنید مثلا خرید این کتاب از دیجی کالا خیلی راحت میشه همچین کاری انجام داد امیدوارم که از این بخش لذت برده باشین این آخرین نوع محصول بود توی ووکامرس محصول گروهی و متغیر و افیلیت و سادار همه رو ساختیم امیدوارم تا اینجا از این دوره ووکامرس لذت برده باشین توی ادامه این آموزش ها با من همراه باشین